بدانند که این حوادث تلخ از ناحیه کیست؟ گفته های رهبر جمهوری اسلامی در تایید کشته شدن عده‌ای از معترضان به افزایش قیمت بنزین. متاسفانه مشکلاتی هم درست شد، تعدادی جان باختن و مراکزی تخریب شد، از این کارا هم شد در این یکی دو روزه. این سخنان مانع از اقدام نمایندگانی شد که برای کاهش دوباره قیمت بنزین تلاش می‌کردند. آیت الله خامنه ای از این طرح حمایت کرد، نمایندگان حرفشان را پس گرفتند. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی امروزش گفت از تصمیم سران سه قوه حمایت می‌کند. بنده در این قضیه سررشته ندارم، یعنی تخصص این کار رو ندارم. گفتم من به آقایون، گفتم من چون نظرات کارشناسا هم در این قضیه بنزین مختلفه، بعضی ها اون رو لازم و واجب میتونن، بعضی ها مضر میدونن، بنابراین منم که صاحب نظر نیستم در این قضایا، گفتم من صاحب نظر نیستم، لکن اگر سران سه قوه تصمیم بگیرن من حمایت میکنم. آیت الله خامنه ای از اپوزیسیون حکومتش هم نام برد. همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند، از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینا دارن مرتبا در فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیره. وزارت اطلاعات هم در بیانیه اعلام کرد عوامل اصلی به گفته این وزارتخانه اغتشاشات دو روز گذشته شناسایی شدند. دادستان یزد هم از دستگیری 40 نفر از معترضان در این شهر خبر داده. من پیام میدانم. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم افرادی را که منافقین و ضد انقلاب مینامید مسئول اعتراض‌های اخیر خواند و گفت افراد حاضر در اعتراض‌ها بعضاً سلاح گرم داشتند و به بانک‌ها و اموال مردم آسیب زدند. شیراز شلیک نیروی انتظامی. بر اساس تصاویری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده و گفته‌های شاهدان عینی، ماموران امنیتی در بسیاری از این موارد مستقیم به مردم شلیک کردند. مردم با تیر زدن. مردم با تیر زدن. به گفته یک شهروند تهرانی، امروز یک شنبه جو امنیتی در این شهر حاکم است، اما مردم همچنان در خیابان‌ها هستند. امروز هم مردم کم کم دارن جمع میشن سمت اتوبان باقری، خیابان فرجام و جاهای دیگه که امروز من مشاهده کردم، و اما ماموران لباس شخصی و بسیجی بی نهایت زیاد هستن و در تمامی تقاطع‌ها حضور دارن. احمد کریمی اصفهانی دبیر کل جامعه انجمنهای اسلامی اصناف و بازار تایید کرده که امروز در بازار تهران اعتصاب شده. آقای اصفهانی معترضان را عده‌ای خارج از خود بازاری‌ها نامیده و گفته آنها بازار را به تشنج کشیدند. از دیروز اینترنت در ایران قطع شده. خبرگزاری ایسنا به نقل از یک منبع مطلع گفته قطع اینترنت به دستور شورای امنیت کشور صورت گرفته. سفیر آمریکا در آلمان بدون هیچ گونه توضیح فنی در توییترش نوشته که امکان باز شدن اینترنت به روی مردم ایران وجود دارد. ما توانایی فنی این را داریم که اینترنت را به روی مردم ایران بازگشایی کنیم و مطمئن شویم که از گزند سانسورچی‌های حکومت ایران در امان است. اروپا و آمریکا باید این کار را با هم انجام دهند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز گفت مردم نگران تبعات بعدی افزایش قیمت بنزین روی سایر کالاها هستند. او وعده داد که کمیسیون اقتصادی در جلسه با مسئولان نظارت جدی بر قیمت‌ها داشته باشد. ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه امروز مسئولیت را به گردن دولت انداخت و گفت دولت روحانی پیشنهاد افزایش قیمت بنزین را داده. او از رئیس سازمان بازرسی کشور خواسته بر شیوه هزینه کردن درآمدهای دولت از افزایش قیمت بنزین نظارت کند تا به گفته او زمینه برای افزایش اعتماد مردم فراهم شود. اعتمادی که به نظر می رسد تا حدود زیادی از دست رفته است. فرین آسمی، BBC.